به نام خداوند بخشنده مهربان، دانش آموزان عزیز، دوستان گرامی، سلامی گرم مرا پذیرا باشید. دوستان، در ادامه بررسی مباحث فصل چهارم فیزیک دهم رشته های ریاضی و تجربی، در این جلسه مبحث قانون عمومی گازهای کامل رو مورد بررسی قرار میدیم. بنابراین موضوع تدریس امروز ما قانون عمومی گازهای کامله. دوستان، اگر دقت کرده باشید روی برخی از اسپری ها نوشته شده از انداختن اسپری در آتش خودداری شود. اما چرا؟ همچنین شما اگر یک بطری پلاستیکی نوشابه را بیارید و مقداری آب داغ درون بطری بریزید و این آب داغ را در درون بطری بچرخونید و سپس این آب را دور بریزید و در بطری را محکم ببندید، میبینید بعد از مدتی بطری مچاله میشه. اما چرا؟ خب شما دوستان باید بتونید بعد از اتمام این مبحث به این سوالات و سوالاتی شبیه اینها پاسخ بدید. اما ببینم چه کسی از شما میتونه در مورد گاز کامل یا ایدئال یا آرمانی صحبت کنه یا گاز کامل یا آرمانی رو تعریف کنه. خب بفرمایید. خب شما میگید که گاز ایدئال یا کامل در اطراف ما وجود نداره و گازهایی که در اطراف ما قرار دارن گازهای واقعی هستن. مثلا هوای درون این کلاس یک گاز واقعیه. اما اگر بخوایم یک محفظه گاز داشته باشیم که گاز واقعی درون اون شبیه یک گاز کامل رفتار کنه، چه کار باید انجام بدیم؟ چه تفاوتی بین یک گاز واقعی و گاز کامل وجود داره؟ خب برای اینکه مقداری گاز رو درون یک محفظه تهیه کنیم که این گاز خیلی خیلی شبیه به یک گاز کامل رفتار کنه، باید تعریف گاز کامل رو بلد باشیم. بنابراین من در اینجا تعریف گاز کامل یا ایدئال رو می‌نویسم. تعریف گاز کامل یا ایدئال یا آرمانی. دوستان فرض کنید که ما یک محفظه گاز داریم که درون این محفظه گاز اکسیژن با چگالی زیاد وجود داره، یعنی تعداد مولکول‌های گاز درون محفظه زیاده. خب همه ما میدونیم که مولکول‌های گاز حرکت کاتوری دارن، یعنی یک حرکت در هم و بر هم و نامنظم و تصادفی. وقتی که تعداد مولکول‌های گاز درون محفظه زیاد باشه، مولکول‌ها حین حرکت کاتوریشون به همدیگه برخورد میکنن و همچنین به همدیگه نیرو وارد میکنن، همچنین به دیواره‌های ظرف برخورد میکنن و به دیواره‌های ظرف فشار وارد میکنن. خب وقتی که تعداد مولکول‌ها خیلی زیاد باشه، مولکول‌ها خیلی زیاد به همدیگه برخورد میکنن و همچنین فشاری که مولکول‌ها به دیواره ظرف وارد میکنن خیلی زیاده. اما اگر به هر وسیله‌ای قسمت اعظم این گاز رو از درون این محفظه خارج کنیم، خب تعداد مولکول‌هایی که درون محفظه باقی میمونن خیلی کم میشه و در نتیجه گاز ما رقیق یا چگالیش کم میشه. در نتیجه اگر این کار رو انجام بدیم، یعنی بیاییم قسمت اعظم گاز درون این محفظه را خارج کنیم،
و فقط مقدار کمی از گاز درون این محفظه باقی بمونه. خب گاز ما رقیق و کمچگالی میشه و تعداد مولکول های گاز درون محفظه کم میشه. بنابراین احتمال اینکه این مولکول ها حین حرکت کاتوریشون به هم دیگه برخورد کنن خیلی کم میشه و احتمال اینکه این مولکول ها به هم دیگه نیرو وارد کنن خیلی کم میشه. خب اگر تعداد مولکول های این گاز رو باز هم کمتر کنیم، خب باز هم تعداد برخورد ها کمتر میشه و احتمال اینکه مولکول ها به هم نیرو وارد کنن خیلی کمتر میشه. خب اگر ما درون یک محفظه گازی رو داشته باشیم که این گاز بسیار رقیق و کمچگالی باشه که بتونیم از نیروی بین مولکول ها و همچنین برخورد بین مولکول ها صرف نظر کنیم، به این گاز گاز کامل میگیم. بنابراین گاز کامل به گازی گفته میشه، گاز کامل به گازی گفته میشود که بسیار رقیق و کمچگاری باشد، به صورتی که فاصله بین مولکول های آن به حدی باشد که بتوان از نیروی بین مولکول ها و همچنین برخورد بین مولکول ها صرف نظر کرد و مولکول ها تنها با دیواره زر برخورد داشته باشن. بنابراین برای اینکه یک گاز واقعی شبیه به یک گاز کامل رفتار کنه، باید این گاز واقعی رقیق و کمچگالی باشه. خب اگر بخوایم درون یک محفظه مقداری گاز واقعی داشته باشیم که رفتار اون خیلی خیلی شبیه به رفتار یک گاز کامل باشه، باید این گاز واقعی ما بسیار رقیق و کمچگالی باشه. یعنی گازهای واقعی به حد کافی کمچگالی و رقیق رو میتونیم به عنوان گاز کامل در نظر بگیریم. خب این نکته رو اینجا می‌نویسم که نکته مهمیه. گازهای واقعی به حد کافی کمچگالی و رقیق را میتوان به عنوان گاز کامل در نظر گرفت. اما قانون عمومی گازهای کامل چه میگه؟ خب تعریف قانون عمومی گازهای کامل رو اینجا می‌نویسم. خب فرض کنید که ما یک سیلندر داریم که درون این سیلندر یک پیستون قرار داره و زیر پیستون مقداری گاز کامل. و این پیستون نمیذاره که هیچ مولکولی به اینجا وارد بشه یا از اینجا خارج بشه. خب در حالت اول فشار گاز زیر این پیستون پیه که و حجم اون بیه که و دمای مطلق اون تیه که. خب اگر بیاییم وزنی رو روی این پیستون قرار بدیم، خب
این گاز متراکم میشه و داریم خب پیستون میاد پایین و گاز متراکم میشه و حجم گاز کم میشه. خب در این حالت فشار گاز میشه پی دو، حجم گاز میشه وی دو و دمای مطلق گاز میشه تی دو. خب اما آزمایش نشون میده که برای جرم معینی از یک گاز کامل حاصل ضرب فشار گاز در حجم گاز تقسیم بر دمای مطلق گاز همواره مقدار ثابتی است که به این قانون عمومی گازهای کامل میگیم. خب آزمایش نشون میده که اگر در حالت اول فشار گاز رو در حجم گاز ضرب کنیم تقسیم بر دمای مطلق گاز کنیم، خب مثلا عدد 100 به دست بیاد. اگر در حالت دوم باز هم فشار گاز رو در حجم گاز ضرب کنیم تقسیم بر دمای مطلق گاز کنیم، باز هم عدد 100 به دست میاد. بنابراین برای جرم معینی از یک گاز کامل حاصل ضرب فشار گاز در حجم گاز تقسیم بر دمای مطلق گاز مقداری ثابت است. بنابراین قانون عمومی گازهای کامل رو در اینجا می‌نویسم. برای جرم معینی از یک گاز کامل یا برای مقدار معینی از یک گاز کامل حاصل ضرب فشار گاز در حجم گاز تقسیم بر دمای مطلق گاز همواره مقدار ثابتی است. خب این بیان قانون عمومی گازهای کامله. خب که بیان ریاضی این عبارت به این صورت: برای جرم معینی از یک گاز کامل حاصل ضرب پی ضرب در وی تقسیم بر پی برابر با مقدار ثابت. یعنی اگر گاز ما که جرم اون ثابته و کامله از یک حالت به حالت دیگه بره، خب میتونیم بنویسیم پی یک وی یک تقسیم بر تی یک برابر با پی دو وی دو تقسیم بر پی دو. خب به این رابطه، رابطه نسبی گازها میگویند. خب در این رابطه پی یک فشار گاز در حالت اول یا فشار اولیه گاز، وی یک حجم گاز در حالت اول، حجم اولیه گاز، تی یک دمای مطلق گاز در حالت اول، پی دو فشار گاز در حالت دوم یا فشار ثانویه گاز، وی دو حجم ثانویه گاز، حجم گاز در حالت دوم، و تی دو دمای مطلق گاز در حالت دوم. اما واحدهای کمیت‌های موجود در رابطه نسبی گازها، رابطه نسبی گازها بدین صورت: پی یک
V1 تقسیم بر P1 برابر با P2 V2 تقسیم بر P2. خب در این رابطه لزومی نداره که P1 و P2 بر حسب پاسکال باشن، کافیه که این دوتا هم واحد باشن. بنابراین P1 و P2 باید هم واحد باشن. اگر P1 بر حسب اتمسفر باشه، P2 نیز باید بر حسب اتمسفر باشه. اگر P1 بر حسب سانتی متر جیوه باشه، P2 نیز باید بر حسب سانتی متر جیوه باشه. و همچنین لزومی نداره که V1 و V2 بر حسب متر مکعب باشن، کافی این دوتا هم واحد باشن. یعنی V1 و V2 باید هم واحد باشن. اگر V1 بر حسب لیتر باشه، V2 نیز باید بر حسب لیتر باشه. اگر V1 بر حسب سانتی متر مکعب باشه، V2 نیز باید بر حسب سانتی متر مکعب باشه. اما در مورد واحدهای T1 و T2، T1 و T2 حتما باید بر حسب کلوین باشن. حتما باید بر حسب کلوین باشند. خب اگر در مسئله دماهای اولیه و ثانویه گاز بر حسب درجه سانتیگراد داده شده بود، باید این دماها را به کلوین تبدیل کنیم، بعدا در اون رابطه جایگذاری کنیم. اما نکات مهم راجع به رابطه نسبی گاز ها، خب نکات مهم راجع به رابطه نسبی گاز ها را در اینجا می نویسم. خب نکته اول اینه که این رابطه فقط در مورد گازهای کامل صدق میکنه. اگر گازی کامل نباشه، این رابطه در موردش صدق نمیکنه. بنابراین این رابطه در مورد گازهای کامل صدق میکنه. نکته دوم اینه که این رابطه زمانی در مورد یک گاز کامل صدق میکنه که جرم این گاز ثابت باقی بمونه یا تعداد مول های اون ثابت باقی بمونه. بنابراین این رابطه زمانی در مورد یک گاز کامل صدق می کند که جرم گاز یا تعداد مولهای گاز ثابت بماند. همچنین در این رابطه فشار P1 و فشار P2 فشارهای مطلق گاز در حالتهای اول و دوم هستند، نه فشارهای پیمانی گاز. بنابراین پی در این رابطه فشار مطلق گازه، نه فشار پیمانی. بنابراین در این رابطه P1 و P2 فشارهای مطلق گاز در حالتهای اول و دوم هستند، نه فشارهای پیمانی گاز در این دو حالت. خب اگر دقت کرده باشید، گفتیم که این رابطه، یعنی رابطه نسبی گازها، در مورد گازهای کامل صدق میکنه و در مورد گازهای واقعی صدق نمیکنه.
بنابراین ما میتونیم تعریف دیگری رو برای گازهای کامل بیان کنیم. گازهای کامل گازهایی هستند که تغییرات فشار، حجم و دمای مطلق آنها از این رابطه پیروی کنه یا تابع قانون عمومی گازها باشه. خب بنابراین گاز کامل گازی است که از قانون عمومی گازها پیروی میکنه. خب بنابراین تعریف دیگر گاز کامل رو در اینجا می‌نویسم. تعریف دیگر گاز کامل، خب گاز کامل گازی است که تغییرات فشار، حجم و دمای مطلق آن تابع قانون عمومی گازها باشد، یعنی از رابطه نسبی گازها پیروی کند. بنابراین اگر گاز ما کامل باشه و جرم گاز یا تعداد مولهای گاز ثابت باقی بمونه، ما میتونیم در حل مسائل از رابطه نسبی گازها استفاده کنیم. اما مسئله اول ما، میگه حجم گازی در دمای 350 کلوین و فشار 70 سانتی متر جیوه برابر 1.2 لیتر. خب در حالت اول دما، فشار و حجم گاز رو داده. بنابراین در حالت اول دمای گاز بر حسب کلوین داده شده و T1 برابر 350 کلوینه و فشار گاز برابر با 70 سانتی متر جیوه است و حجم گاز یعنی V1 برابر 1.2 لیتر. اگر حجم همین گاز در دمای تتا و فشار 72 سانتی متر جیوه برابر 1 لیتر باشه، خب یعنی وقتی میگه حجم همین گاز، یعنی جرم گاز تغییر نمی کنه. بنابراین جرم گاز ثابت است. خب اما در حالت دوم دمای ثانوی گاز معلوم نیست. فشار گاز یعنی P2 برابر با 72 سانتی متر جیوه و حجم گاز یعنی V2 برابر با 1 لیتر. خب تتا چند درجه سلسیوس است؟ خب دمای ثانوی گاز رو بر حسب درجه سلسیوس از ما خواسته. این سوال در آزمون سنجش سال 81 مطرح شده. خب در اینجا فرض کرده که گاز ما گاز کامله و گاز کامل گازیه که تابع قانون عمومی گازها باشه، یعنی از رابطه نسبی گازها پیروی کنه. خب و چون جرم گاز ثابته، بنابراین ما میتونیم این رابطه رو برای حل این مسئله بنویسیم، یعنی رابطه نسبی گازها را برای حل این مسئله به کار ببریم. P1V1T1 برابر با P2V2 تقسیم بر T2. خب این رابطه نسبی گاز هاست که در مورد گازهای کامل که جرم اونها ثابته صدق میکنه. خب در نتیجه میتونیم جایگذاری کنیم، اما در این رابطه P1 و P2
باید هم واحد باشند. خب هر دو بر حسب سانتی متر جیوه هستند. بنابراین پی یک برابر با 70 سانتی متر جیوه و پی دو برابر با 72 سانتی متر جیوه. و وی یک و وی دو نیست باید هم واحد باشند. وی یک برابر 1.2 لیتره و وی دو نیز برابر 1 لیتره و هر دو هم واحد هستند. اما تی یک و تی دو باید بر حسب کلوین باشند. تی یک برابر 350 کلوینه، اما تی دو نداریم. خب در اینجا میتونیم این دوتا رو با هم ساده کنیم. خب این دو صفر با هم دیگه میرن. خب 35 تقسیم بر 7 میشه 5. خب باز هم در اینجا ما میتونیم از طرفین و وسطین استفاده کنیم و تی دو رو به دست بیاریم. 1.2 تی دو برابر با 72 ضرب در 5. در نتیجه تی دو برابر با 5 ضرب در 72 تقسیم بر 1.2. خب ما میتونیم به این صورت اینو بنویسیم. 5 ضرب در 72 تقسیم بر 12 ضرب در 10 به توان منفی 1. خب 72 تقسیم بر 12 میشه 6. خب 5 ضرب در 6 میشه 30. ضرب در 10 به توان منفی 1 میره بالا، میشه 10 به توان مثبت 1. در نتیجه تی 2 برابر با 300 کلوین. اما در اینجا دمای ثانویه گاز رو بر حسب درجه سلسیوس از ما خواسته. در نتیجه از رابطه دما در مقیاس های کلوین و سلسیوس استفاده می کنیم. رابطه بین دما در دو مقیاس سلسیوس و کلوین بدین صورته. خب تی برابر با 273 به اضافه تتا. در نتیجه میتونیم بنویسیم تی دو برابر با 273 به اضافه تتا دو. در نتیجه تی دو برابر 300 کلوینه و مساوی با 273 به اضافه تتا دو. در نتیجه تتا دو برابر با 300. و این میره طرف چپ، 300 منهای 273. خب 300 منهای 273. خب این میشه 7، میشه 27 درجه سانتیگراد. خب دمای ثانوی گاز 27 درجه سانتیگراد، یعنی گزینه یک درسته. اما مسئله بعدی ما، میگه دمای مقدار معینی گاز کامل 27 درجه سانتیگراد و فشار آن 1 اتمسفره. خب در اینجا گاز ما کامله و جرم گاز یا تعداد مول های گاز ثابته. بنابراین جرم گاز یا تعداد مول های گاز ثابته و همچنین گاز ما گاز کامله. خب دمای مقدار معینی گاز کامل 27 درجه سانتیگراد و فشار آن 1 اتمسفر. خب در حالت اول دمای گاز و فشار گاز رو داده. تتا 1 برابر با 27 درجه سانتیگراد و پی 1 برابر با 1 اتمسفر. گاز را متراکم می کنیم تا در دمای 77 درجه سانتیگراد فشار آن 3.5 اتمسفر بشه. خب حجم اولیه گاز رو نداده، اما گاز رو متراکم می کنیم. خب در حالت دوم دمای گاز
برابر 77 درجه سانتیگراد میشه و P2 فشار گاز 3.5 اتمسفر میشه. خب حجم گاز در این حالت، این در حالت دوم، چند برابر حجم اولیه خواهد شد؟ خب در اینجا نسبت V2 به V1 از ما خواسته. این سوال در کنکور سراسری رشته تجربی خارج از کشور سال 1384 مطرح شده. خب چون گاز ما گاز کامله و جرم عمومی ثابته، بنابراین ما میتونیم از رابطه نسبی گازها استفاده کنیم، یعنی از این رابطه P1V1 تقسیم بر T1 برابر با P2V2 تقسیم بر T2. اما در این رابطه T1 و T2 باید بر حسب کلوین باشن. در نتیجه T1 و T2 رو بر حسب کلوین به دست میاریم. خب رابطه بین دما در دو مقیاس کلوین و سلسیوس به این صورته: T برابر با 273 به اضافه تتا، T1 برابر با 273 به اضافه تتا 1. خب T1 برابر با 273 به اضافه 27، این تتا 1 27 درجه سانتیگراده. خب 273 به اضافه 27 خب میشه 300. T1 برابر با 300 کلوین. اما T2 برابر با 273 به اضافه تتا 2، که T2 برابر با 273 به اضافه تتا 2 برابر 77 درجه سانتیگراده. خب در نتیجه داریم 273 به اضافه 77، خب این میشه 15. بنابراین T2 برابر با 350 کلوین. خب در رابطه نسبی گازها کمیت‌های داده شده را جایگذاری می‌کنیم. خب P1 و P2 حتما باید هم واحد باشن. خب P1 یک اتمسفر و P2 3.5 اتمسفر. خب P1 یک اتمسفر و P2 3.5 اتمسفر. خب اما V1 رو نداده و همچنین V2 داده نشده. خب اما T1 300 کلوینه و T2 350 کلوین. خب در اینجا اگر ساده سازی انجام بدیم، این صفر با این صفر میره و این میشه 35 ضرب 10 به توان منفی 1. این 35 با این 35 میره، این میشه 10 به توان منفی 1. خب در نتیجه V1 تقسیم بر C برابر با 10 به توان منفی 1 V2 تقسیم بر 1. خب این 10 به توان منفی 1 رو میبریم اینجا. خب و V1 رو میبریم اینجا. خب در نتیجه داریم، خب 1 تقسیم بر 3 ضرب در 10 به توان منفی 1 برابر با V2 تقسیم بر V1. خب در نتیجه V2 تقسیم بر V1 برابر با 1 تقسیم بر 30 ضرب 10 به توان منفی 1 میشه 3. خب در نتیجه V2 تقسیم بر V1 میشه 1/3، یعنی جواب این سوال ما گزینه 1. اما مسئله بعدی ما، میگه در شکل روبرو ظرف A به حجم 2 لیتر، بنابراین حجم ظرف A برابر با 2 لیتر حاوی گاز اکسیژن. و درون ظرف A گاز اکسیژن وجود داره، یعنی O2، با دمای 47 درجه سانتیگراد و فشار 4 اتمسفر و ظرف B به حجم 5 لیتر کاملا خالی است. خب حجم ظرف B
5 لیتره، اما در حالت اول خالیه. خب در شکل روبرو ظرف A به حجم 2 لیتر حاوی گاز اکسیژن با دمای 47 درجه سانتیگراد و فشار 4 اتمسفر. خب در حالت اول حجم اولیه گاز اکسیژن 2 لیتره و دمای اولیه گاز اکسیژن 47 درجه سانتیگراده و فشار اولیه اون 4 اتمسفره. گاز اکسیژن تا حدود زیادی از قانون گازهای کامل پیروی میکنه، یعنی میتونیم گاز اکسیژن رو به عنوان یک گاز کامل در نظر بگیریم. گازهای هلیوم، اکسیژن، نیتروژن، هوا، این گازها که تا حدود زیادی از قانون عمومی گازهای کامل پیروی میکنن، میتونیم اونها را به عنوان گاز کامل در نظر بگیریم. این گازها در دماهای خیلی خیلی پایین به مایع تبدیل میشن. خب بنابراین در اینجا گاز اکسیژن رو به عنوان گاز کامل در نظر میگیریم. خب و ظرف B به حجم 5 لیتر کاملا خالی است. خب درون این ظرف اصلا گازی وجود نداره، بنابراین در حالت اول حجم گاز 2 لیتره، دمای گاز 47 درجه سانتیگراده، فشار گاز 4 اتمسفره. اگر شیر رابط را باز کنیم، خب وقتی شیر رابط را باز می کنیم، این گاز قسمتیش به ظرف B میره و بعد از رسیدن به تعادل، خب دمای گاز در ظرف، یعنی در این دو ظرف به 7 درجه سانتیگراد میرسه، فشار گاز چند اتمسفر میشه. خب در حالت دوم وقتی که این شیر رو باز میکنیم، خب این گاز قسمتیش به این ظرف منتقل میشه و بنابراین حجم ثانویه گاز ما میشه مجموع حجم این دو ظرف، یعنی میشه حجم ظرف A به اضافه حجم ظرف B. خب میشه 2 به اضافه 5 میشه 7 لیتر. خب و دمای گاز، دمای ثانویه گاز برابر میشه با 7 درجه سانتیگراد، فشار گاز چند اتمسفر میشه، پی 2 برابر چند اتمسفر میشه. این سوال در کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1394 مطرح شده. خب چون گاز اکسیژن به عنوان یک گاز کامل در نظر میگیریم و جرم این گاز در دو حالت ثابته، بنابراین میتونیم از رابطه نسبی گاز ها استفاده کنیم. خب در نتیجه P1V1 تقسیم بر T1 برابر با P2V2 تقسیم بر T2. خب در نتیجه، خب در اینجا P1 و P2 حتما باید هم واحد باشن. خب P1 رو که داره 4 اتمسفر و P2 هم گفته بر حسب اتمسفر به دستش بیارید، بنابراین در اینجا P1 رو جایگذاری میکنیم 4 و P2 رو نداریم. اما V1 و V2 نیست حتما باید هم واحد باشن. خب در اینجا V1 2 لیتره و V2 7 لیتره، اما T1 و T2 حتما باید بر حسب کلوین باشن، بنابراین باید T1 و T2 رو به دست بیاریم. خب T1
T1 برابر با 273 به اضافه تتا 1. خب میشه 273 به اضافه تتا 1 47 درجه سانتیگراد. خب 273 به اضافه 47، خب این میشه 10، این میشه 12، خب این میشه 320 کلوین. خب بنابراین T1 برابر 320 کلوینه. اما T2 برابر با 273 به اضافه تتا 2. خب T2 برابر با 273 به اضافه تتا 2 7 درجه سانتیگراده. خب این میشه 280 کلوین. خب در اینجا T2 برابر 280 کلوین. خب در اینجا میتونیم اعداد رو با هم دیگه ساده کنیم. خب 4 ضرب در 2 میشه 8. خب 8 تقسیم بر 8 میشه 1، 32 تقسیم بر 8 میشه 4. خب این میشه 40. خب 28 تقسیم بر 7 میشه 4 و 7 تقسیم بر 7 میشه 1. خب اگر دقت کنید رابطمون به این صورت در میاد. این میشه 1 چهلم برابر با پی 2 تقسیم بر 40. خب این 40 با این 40 ساده میشه و در نتیجه فشار ثانویه گاز برابر 1 اتمسفر میشه. اما مسئله بعدی ما، مسئله بعدی ما میگه درون استوانه 12 لیتر گاز اکسیژن با دمای 7 درجه سانتیگراد وجود دارد. فشار گاز درون استوانه را با فشار سنجی اندازه میگیریم. فشار سنج 14 اتمسفر را نشون میده. خب در حالت اول حجم گاز درون استوانه برابر 12 لیتره و دمای گاز یعنی تتا 1 برابر 7 درجه سانتیگراده. خب فشار گاز درون استوانه را با فشار سنجی اندازه میگیریم. فشار سنج 14 اتمسفر را نشون میده. خب فشار سنج فشار پیمانی گاز رو اندازه میگیره، یعنی فشار پیمانی گاز در حالت اول 14 اتمسفره. خب بنابراین این نکته را اینجا می‌نویسم. فشار سنج فشار پیمانی گاز درون استوانه را اندازه می‌گیرد. بنابراین داریم فشار پیمانی گاز در حالت اول برابر با 14 اتمسفر. خب دمای گاز را به 77 درجه سانتیگراد و حجم آن را به 25 لیتر می‌رسانیم. فشاری که فشار سنج در پایان نشان می‌دهد چند اتمسفر است؟ خب گاز را به حالت تعادل دوم می‌بریم. در حالت دوم دمای گاز 77 درجه سانتیگراد میشه و حجم گاز 25 لیتر میشه. فشاری که فشار سنج در پایان نشان میدهد چند اتمسفر است؟ خب فشار سنج فشار پیمانی گاز رو نشون میده. خب فشار پیمانی گاز رو در حالت دوم از ما بر حسب اتمسفر خواسته. خب فشار هوای بیرون استوانه 1 اتمسفر است. خب فشار هوای محیط رو داده بر حسب اتمسفر و برابر 1 اتمسفره. خب فرض کنید گاز درون محفظه، یعنی این گاز اکسیژن گاز کامله. خب گاز اکسیژن و گاز کامل فرض کرده. خب در اینجا چون گاز اکسیژن یک گاز کامله،
و جلب گاز وقتی گاز از حالت اول به حالت دوم میره ثابت باقی میمونه، در نتیجه ما میتونیم از رابطه نسبی گازها برای حل این مسئله استفاده کنیم. رابطه نسبی گازها به این صورت پی یک وی یک تقسیم بر پی یک برابر با پی دو وی دو تقسیم بر پی دو. در این رابطه تی یک و تی دو باید بر حسب کلوین باشن. در نتیجه تی یک و تی دو رو بر حسب کلوین به دست میاریم. تی یک برابر با 273 به اضافه تتا یک. تی یک برابر با 273 به اضافه تتا یک برابر 7 درجه سانتیگراد. در نتیجه تی یک میشه 280 کلوین. و تی دو برابر با 273 به اضافه تتا دو. و تی دو برابر با 273 به اضافه تتا دو 77 درجه سانتیگراد. در نتیجه تی دو برابر با 273 به اضافه 77. خب این میشه 350 کلوین. یعنی تی دو برابر 350 کلوینه. خب در این رابطه پی فشار کل گازه نه فشار پیمانه. یعنی پی یک فشار کل یا مطلق گاز در حالت اول نه فشار پیمانه گاز در حالت اول. بنابراین باید فشار مطلق گاز رو به دست بیاریم، چون در اینجا فشار پیمانه گاز رو در حالت اول داره. خب در اینجا چون فشار پیمانی گاز اندازش از فشار هوای محیط بیشتره، در نتیجه فشار مطلق گاز از فشار هوای محیط بیشتره و در نتیجه در رابطه فشار پیمانی گاز رو مثبت جایگذاری میکنیم. خب فشار پیمانی گاز برابر با اختلاف فشار مطلق گاز با فشار هوای محیط، یا فشار پیمانی گاز در حالت اول برابر با فشار مطلق گاز در حالت اول منهای فشار هوای محیط. خب در این رابطه باید فشار پیمانی گاز رو مثبت جایگذاری کنیم، چون فشار پیمانی گاز از فشار هوای محیط بیشتر اندازش، در نتیجه فشار کل گاز از فشار هوای محیط بیشتره و در این حالت فشار پیمانی گاز رو مثبت جایگذاری میکنیم. خب در نتیجه میشه 14 اتمسفر. خب پی یک رو که نداریم، منهای پی صفر هم یک اتمسفره. در نتیجه پی یک برابر میشه با 14. خب این یک میره طرف چپ، در نتیجه میشه مثبت یک، میشه 15 اتمسفر. بنابراین فشار مطلق گاز در حالت اول 15 اتمسفر میشه. خب کمیتایی رو که داریم در رابطه نسبی گازها جایگذاری میکنیم. خب در اینجا خب پی یک فشار مطلق گاز در حالت اول 15 اتمسفره. خب وی یک خب 12 لیتره. تی یک بر حسب کلوین 280. خب پی دو رو که نداریم، فشار مطلق گاز رو در حالت دوم، اما چون پی یک بر حسب اتمسفر جایگذاری شده، پی دو نیز بر حسب اتمسفر به دست میاد. خب وی یک و وی دو باید هم واحد باشند. خب وی یک بر حسب لیتر و وی دو هم بر حسب لیتر داده شده. وی دو برابر 25 لیتر. تی دو 350 کلوین. خب حالا این اعداد رو ساده میکنیم با هم دیگه. خب این صفر با این صفر میره. 28 تقسیم بر 7 میشه 4. 35 تقسیم بر 7 میشه 5. خب
25 تقسیم بر 5 میشه 5. 12 تقسیم بر 4 میشه 3. این 5 با این 15 ساده میشه، این میشه 1، این میشه 3. خب در نتیجه داریم 3 ضرب در 3 میشه 9. 9 تقسیم بر 1 میشه 9. خب این هم میشه پی 2. در نتیجه پی 2 برابر 9 اتمسفر میشه. خب ما فشار کل گازو به دست آوردیم، باید فشار پیمانی گازو به دست بیاریم. خب فشار پیمانی گاز برابر با فشار کل گاز منهای فشار هوای محیط. فشار کل گاز 9 اتمسفره، فشار هوای محیط 1 اتمسفره، در نتیجه فشار پیمانی گاز در حالت دوم میشه 8 اتمسفر. یعنی جواب این سوال 4 گزینه ما گزینه 4 میشه. خب نباید اشتباه کنیم و نباید عجله کنیم. در اینجا فشار کل گاز 9 اتمسفر میشه در حالت دوم، اما فشار پیمانی گاز رو در حالت دوم از ما خواسته. اما سوال بعدی ما، میگه همزمان با افزایش حجم مقدار معینی گاز کامل فشار آن کم می شود، دمای گاز چگونه تغییر می کند؟ این سوال در کنکور سراسری رشته ریاضی سال 81 مطرح شده. خب گزینه 1 الزاماً افزایش می یابد، گزینه 2 الزاماً کاهش می یابد، گزینه 3 ثابت می ماند، گزینه 4 بسته به شرایط هر کدام از موارد دیگر می تواند درست باشد. خب سوال ما میگه همزمان با افزایش حجم مقدار معینی گاز کامل، گاز ما گاز کامله و جرم اون ثابته، بنابراین ما میتونیم برای حل این سوال از قانون عمومی گازهای کامل استفاده کنیم. خب چون گاز کامله و جرم آن ثابت است یا ثابت باقی میمونه، در نتیجه برای جرم معینی از یک گاز کامل حاصل ضرب فشار گاز در حجم گاز تقسیم بر دمای مطلق گاز همواره مقدار ثابتی است. این بیان ریاضی قانون عمومی گازهای کامله. خب چون گاز ما کامله و جرم او ثابته، بنابراین ما میتونیم از قانون عمومی گازهای کامل برای حل این سوال استفاده کنیم. خب سوال ما میگه همزمان با افزایش حجم مقدار معینی گاز کامل. خب حجم افزایش مییابد. خب فشار آن کم میشود، فشار کاهش مییابد. خب دمای گاز چگونه تغییر می کند؟ خب از ما چگونگی تغییر دمای گاز رو خواسته. خب از این رابطه ما میتونیم دمای گاز رو به دست بیاریم. جای این دوتا رو عوض می کنیم، T برابر با PV تقسیم بر مقدار ثابت. خب مخرج این کسر ثابته، اما V افزایش می‌یابد و P کاهش می‌یابد. خب در اینجا PV می‌تونه افزایش پیدا کنه، می‌تونه کاهش پیدا کنه، می‌تونه ثابت باقی بمونه. در نتیجه T می‌تونه افزایش پیدا کنه، می‌تونه کاهش پیدا کنه، می‌تونه ثابت باقی بمونه. یعنی گزینه 4 درسته، بسته به شرایط هر کدام از موارد دیگه میتونه درست باشه. فرض کنید که حجم گاز 2 برابر میشه. خب اگر حجم گاز
دو وی بشه و فشار گاز نصف بشه. خب اون موقع داریم خب تی برابره با خب پی یک دومه، یعنی پی دو میشه یک دومه پی، وی دو میشه دو وی، تقسیم بر مقدار ثابت. خب این دو با این دو ساده میشه و تی برابر با پی وی تقسیم بر مقدار ثابت، یعنی تی ثابت باقی میمونه. تی ثابت میمونه. اما اگر حجم گاز 3/2 حجم اولیه‌اش بشه و فشار گاز نصف فشار اولیه‌اش بشه، خب در نتیجه تی برابره با خب این میشه 1/2 پی، یعنی پی دو، و وی دو میشه 3/2 وی، و این هم مقدار ثابته. خب این میشه 3/4 پی وی تقسیم بر مقدار ثابت. خب اگر دقت کنید 3/4 پی وی از پی وی کوچکتره، این میشه 75 پی وی، یعنی صورت کسر کمتر شده از حالت قبلی، بنابراین این کمتر شده، در نتیجه دمای گاز کاهش می‌یابد. اما اگر حجم گاز 4 بشه و فشار گاز نصف بشه، خب اون موقع داریم تی برابره با خب فشار ثانویه گاز 1/2 فشار اولیه است و حجم گاز 4 شده و مخرج کسر هم که ثابت. خب این میشه 2 PV تقسیم بر مقدار ثابت. خب صورت این کسر 2 شده، بنابراین چون صورت این کسر افزایش پیدا کرده دمای گاز افزایش پیدا می کند، در نتیجه دمای گاز افزایش می یابد. بنابراین بسته به شرایط هر کدام از موارد دیگه میتونه درست باشه، بنابراین جواب این سوال ما گزینه 4.